دوستان عزیزم سلام، من مهمه هستم و اینجا کانال یوتیوب من هست. از اینکه این کانال رو برای آموزش نقاشی انتخاب کردی از شما عزیزان ممنونم. امیدوارم تا پایین ویدیو همراه من باشید. مدتی هست که با هم دیگه آموزش پاستل گچی رو آغاز کردیم، اما امروز میخوام یه قانون مهم رو به شما آموزش بدم. چیزی که خیلی از دوستان باهاش مشکل دارن، اینکه چطوری هشت سازی بکنیم و بتونیم یک حجم خیلی خوب رو به کمک پاستل های گچی ایجاد بکنیم، چطوری لایه لایه رنگ ها رو بذاریم و رنگ ها رو با هم محو کنیم. نکته خیلی مهمیه و امیدوارم تا پایان ویدیو با من همراه باشین تا یاد بگیریم از این به بعد چطوری تکنیک پاستل رو به درستی اجرا کنیم. اگر هنوز کانال یوتیوب من رو سابسکرایب نکردین، خوشحال میشم که دکمه سابسکرایب رو بزنید و اون زنگوله پایینش هم فشار بدین تا هر وقت ویدئوی جدیدی گذاشتم شما مطلع بشید. با لایک و کامنت هم از من حمایت کنید. سوالی داشتید بپرسید، حتما پاسخ به شما عزیزان خواهم بود. بشه بریم سراغ آموزش امروز. اما نکته مهم اجرای کار با پاستل چیه؟ اینکه چطوری یک تونالیته رو بسازیم. بهتره برای اجرای یک تونالیته در یک طیف رنگی خاص ما از رنگ‌های تیره به روشن شروع کنیم به اجرای کار. حواستون باشه رنگ‌های تیره مثل مشکی و قهوه‌ای استثناء هستن و بهتره که در آخرین مراحل اضافه بشن، اما رنگ‌های روشن همیشه جز رنگ‌هایی هستن که تو اولویت‌های بعدی ما هستن. وقتی ما خواهیم یک تونالیته رو ایجاد کنیم، حتما از رنگ تیره به روشن شروع می‌کنیم به اجرای کار و محو کردن. توی این حالت وقتی که ما یک زمینه تیره داشته باشیم و بخوایم نور روی اون زمینه ایجاد بکنیم، به کمک رنگ‌های روشن در آخرین مرحله خیلی راحت این کار رو انجام میدیم بدون اینکه آسیبی به رنگ‌ها وارد بشه. و بهترین رنگ برای ایجاد نور توی کارمون رنگ‌های سفید و تونالیته سفید و زرد هستن که بهتره توی آخرین مرحله به عنوان تکنیک نهایی استفاده بشن. اما رنگ‌های تیره و خیلی پررنگی مثل مشکی میتونه همزمان با سفید اجرا بشه، چون که رنگ‌های مشکی و قهوه‌ای یا خانواده مشکی و توسی کار رو چرک میکنن اگر که از اول اجرا بشن. این قانون خیلی مهم و یک نکته خیلی مهمه که برای شما در نظر داشته باشید. حواستون باشه خیلی با احتیاط رنگ گذاری کنید در این مرحله و حتما وقتی از رنگ های مشکی، توسی، قهوه‌ای استفاده میکنید روی زمینه‌ای که روشن‌تر هستن، دستتون رو حتما با دستمال تمیز بکنید. بهتونم گفته بودن دستمال بهتره دستمال های کاغذی یا حوله‌ای باشن، اصلا دستمال های مرطوب استفاده نکنید به خاطر اینکه یک مواد چسبنده‌ای دارن که همون باعث آسیب زدن به کارتون میشه. پس چطور شد؟ یک بار دیگه یه تونالیته رو با یه رنگ دیگه اجرا میکنم، از رنگ تیره به رنگ روشن. در مورد اینکه از چه سطحی از پاستل هم استفاده بکنیم بستگی به حجم کارتون داره، اما ترجیحاً از حداقل سطح‌های 1 سانتی یا 2 سانتی استفاده کنید. خیلی از نوکش برای کار استفاده نکنید، سعی کنید اونا رو بشکنید و به صورت افقی روی سطح مقوا بذارید، چون بعضی از پاستل ها وقتی که عمودی یا از لبه تیزشون استفاده میشن روی مقواتون خط میندازن و اون خط دیگه ممکنه از بین نره. از حواستون به این نکته باشه، ببینید سطح کارتون به چه صورته و جنس پاستلتون به چه صورت هست و بعد انتخاب کنید که از چه سطحی برای رنگ گذاری استفاده کنید. اینم از رنگ دومم. حالا فکر کنید که من میخوام
یک مقدار مشکی بهش اضافه کنم. مشکی با احتیاط اضافه میکنم، خیلی ملایم رو سطح کار میکشم. با انگشتون رو محو میکنم و بعد میخوام بهش نور اضافه کنم. اینجا که میخوام نور اضافه کنم، حتما باید دستم رو تمیز کنم دیگه، اون رنگ مشکی اثرش روی دستم نباشه، و بعد میرم سراغ نور. نور هم خیلی محو نمیشه، یعنی بیشتر رو حالت لکه گذاری میمونن. اینجوری حس و جنسیت پاستل رو بهتر منتقل میکنم. اگر میخواین محوش کنید، حتما با انگشتی که تمیزتره و خیلی ملایم، در حد چند تا ضربه، زیاد روش دست بکشی ممکنه چرک بشه. این هم یک قانون خیلی مهم و یک نکته خیلی مهم توی اجرا و حجم پاستل بود. امیدوارم که دقت کنید، استفاده کنید و طرح‌های بسیار زیبایی رو به کمک پاستل خلق کنید. ممنون از اینکه تا پایان ویدیو همراه من بودید.